دفاع از اخلاق برای بی خدایان خب من یک سیستمی رو دفعه قبل یک روش یک سیستم اخلاقی رو دفعه هفته قبل بود. نه درست پیش بزرکنم. معرفی کردم به بعضی از بیننده ها و خیلی لذت بردن گفتن دوری بر... این بیشتر بر صحبت بکنی برای اینکه میگن که تهمتی که به بی خدایان زده میشه اینه که مثلا شما بدون خدا و اینا نمیتونین اخلاق داشته باشه خب حالا مشکل اینه که من اگه بیام توضیح بدم که من بی خدا خب من تعریفم از اخلاق چیه و چجوری یه نفر بی خدا میتونه اخلاق رو قبول کنه اصول مثلا یه سری اصول اخلاقی را قبول بکنه مشکل اینه که ممکنه دارم به نظر برسه که دارم پیشنهاد میدم که بی خدایی معنیش دفاع از این اصول اخلاقی هست یا از این اصول خ... حرف درست نیست از این روش ام، پیدا کردن معیار اخلاقی هست خب در صورتی که من اصلا همچین ادعایی نمی کنم خب بی خدایی به غیر از عدم اعتقاد به وجود خدا هیچ چیز دیگه نیست خب من اگه دارم میام میگم که ببینید این روش من به نظر من بهترین روش برای تعریف معیار اخلاقی هست فکر کنم بگم بهتر از اصول میار اخلاقی هست من دارم برای این اینو تبلیغ میکنم اینجا که نشون بدم که چجوری یک بیخدا مثل من میتونه از اخلاق دفاع بکنه نه اینکه همه بی خدایی به خودی خود به این نتیجه میرسه من به این نتیجه رسیدم من که نماینده بی خدایی که نیستم که خب من و خیلی کسای دیگه به این نتیجه رسیدن که این بهترین روشه خب و این میتونه نشون بده که بی خدایی معنیش نداشتن معیار اخلاقی نیست این یک کیشه که به نظر من بهترینه خب میتونه روش های دیگه باشه یعنی ما فقط داریم نشون میدیم که احتیاج به خدا نداریم برای داشتن معیار اخلاقی درسته متوجه شدین خیلی جامعه این بیا من اینو خوب خب این میگه اصلا اخلاق چی هست که با خدایی و بی خداییش چی باشه خب منم دارم به همین میرسم لینک کو من یه لینک دیگه میذارم من لینک رو بالا گذاشته بودم حالا یه بار دیگه میذارم ولی قبل از اینکه بیارمتون بالا من باید حرفم درباره اخلاق تموم شه خب خب اخلاق چی هست اصلا اخلاق چی هست ببینید قبل از اینکه بگم اخلاق چی هست شما باید یه چیزی رو متوجه بشین اینجا خیلی ها فکر میکنن که تعریف کلمات یک چیزیه که مثلا مثلا تعریف یک کلمه مثل اخلاق یک چیزی هست که غیر قابل تغییره خب انگار مثلا رو سنگ نوشتنش خب یعنی اینکه ما مثلا بزن بگم که مثلا چی ببینید اکثر کلمات تعریفشون تو طول تاریخ عوض شده به یه چیزی اشاره میکردن بعدا به یه چیز دیگه اشاره کردن خیلی موقع ما تو برنامه یه کسایی رو میاریم مثلا میگن که آرمین این کلمه رو استفاده نکن برای اینکه این قبلا منیشین بود من میگم خب قبلا منیشین بود الان که منیشی نیست خب یک جوری به نظرشون وقتی که دنبال تعریف کلمات میگردن تاریخ کلمات بیشتر براش تاریخ کلمات براشون بیشتر مطرحه تا روش کاربرد امروزیش خب شما اگه برین تاریخ کلماتو تو هر زبانی نگاه بکنید میبینید که این اکثر کلم نه اکثر همه کلمات خودشون به طور ارگانیک خیلی اول شدن البته بعضی موقع غیر ارگانیک ولی بیشتر موقع به طور غیر به طور ارگانیک عوض شدن من میبینم که داریم میایم یعنی بالا اگه میشه من دیز... مذاری من حرف هم تمام بشه بعد میارم بالا خب خب اخلاقم یعنی هیچ هیچ تعریفی هیچ کلمه ای... تعریفش رو سنگ نوشته نشده اخلاق ما میتونیم هر تعریفی بخوایم براش داشته باشیم هر تعریفی که ما بخوایم براش داشته باشیم خب و اینکه حالا من به طور من بطور شخص میتونم یه تعریف بکنم شما به طور شخص میتونید یه چیزی تعریف بکنید ولی اینکه ما بتونیم بعضی میگن که اینکه نمیشه خب پس هر کسی میتونه تعریف خودش داشته باشه خب بله این درسته ولی اینکه موضوع این نیست که تعریفش رو مثلا من تعیین میکنم معنیش اینه که آیا من میتونم رو رواج بدم این تعریف رو خب یعنی که شما مثلا میتونین به یک چیزی به مثلا یک چیزی بگین سنگ خب بعد تعریف کلمه سنگ رو داشته باشین بعد بیان بگی که نه من سنگ رو برای سنگ دوست ندارم من به سنگ میخوام بگم سنگ خب شما به طور شخصی میتونید تعریف این کلمه رو عوض کنین ولی آیا بقیه این تعریف شما رو قبول میکنن نقشتون برای اینکه بقیه یعنی تعداد کسایی که این کلم این تعریف جدید رو استفاده میکنن چند, چند نفر هستن خب یعنی وقتی که ما داریم درباره در, در تعریف یک کلمه صحبت میکنیم داریم درباره تعریف صحبت میکنیم که اکثر مردم دارن ازش استفاده میکنن مگر نه یعنی شما تع... تعریف شخصی خودش... خودتون رو داشته باشین این هیچ کاربردی نداره خب برای همین خب مثلا ببینید یه سری تعریف های مختلفی از اخلاق وجود داره معروفترینش همون این اینه این که اخلاق اون چیزی که خدا میگه این معروفترین درسته که خدا تعیین میکنه که چی خوبه چی, بده خب. تعریف های دیگه داریم بعضیش میتونیم بگیم که حکومت تعیین میکنه حکومت تعیین میکنه که چی خوبه چی بده خب یه کسی دیگه میتونه بگه که بر اساس احساسات شخصی خودمون مثلا من میگم ای این زشته مثلا چند شاوره حالا ما بد کرد یعنی که این به احساس خوبی میده می مثلا یه کسی یه چیزی میبینه مثل یه سری کارای کاری دارن میکنن میگن که ببینین من میشنوم که دارن این کار میکنن این بده من میگم خب چرا بده میگه خب زشته دیگه نگاه کن میگه خب چرا این بده میگه خب نگاه کن من از معلومی که زشته توضیح لازم نداره خب یعنی دارن تعیین میکنن که چی خوبه چی بده بر اساس احساس شخصیشون خب اینا این تعریف هایی که معلوم کردم خیلی تد... ادمای مختلفی از این تعریف ها استفاده میکنن یعنی این اینا همش رواج داره خب ولی مثلا من اگه بیام تعیین کنم که ببینید اخلاق چیزیه که من سگم دوست داشته باشه خب سگ من یه چیز رو دوست داشته باشه خوبه سگ من یه چیز رو دوست نداشته باشه بده اگر رو سگ منم تاثیر نداره نه خوبه نه بده. خب من میتونم یه تعریف هم جوری بدم خب باشین تعریف شخصی من ولی خب این چون کاربورد نداره <تصفح> این تعریف تعریف منو کسی نمیاد ازش استفاده کنه خب یعنی ببینید من دارم نشون میدم که به عبارت دیگه تعریف کلمات بر اساس تعداد کسایی هستند که از یک تعریف خاصی دارن استفاده میکنن و این تعداد معمولا بر اساس کاربورد اون کلمه هست همیشه هم نه خب مثلا ممکنه یک یک سلبریتی خیلی معروفی بیاد توی فیلم از یه کلمه یه کلمه جدید اصلا اختراع کنه بیا استفاده کنه انقدر مردم باهاش حال بکنن دیگه از فا... هم روز بعدش بیان کلمه رو استفاده کنه خب مثلا یا اینکه مثلا یه کسی مثل ریچارد داکینگز تو کتاب سلفشینش بیاد یه کلمه جدید شروع کنه به اسم میم و تعریفش کنه بعد این معروف میشه بعد یه نفر دیگه میاد اصلا این تعریفش رو عوض میکنه میشه یه چیز دیگه الان میم یه جور دیگه دارن استفاده میشه خب یعنی ممکنه بر اساس مثلا یه, یه سلبریتی هم بیاد اگه تعریف یه کلمه رو عوض کنه یه کلمه جدید درست کنه اونم میشه گفت یه جورایی به خاطر کاربردش دیگه خب بالاخره مثلا من اگه مثلا خیلی با یه کلمه نحوه کلمه حال بکنن میخوام به بقیه یه جوری سیگنال بدن که من تو این فیلم دیدی منم این فیلم دیدم منو تایید کن که من تو جامعه هستم اهمیت من تو جامعه بر اساس اینه که ما با هم یک سری مشارکاتی داریم که ما جفتمون فیلم دیدیم و جفتمون از این فیلم نظر بریم یعنی از این روش داریم استفاده میکنیم که به هم سیگنال بدیم که ما جفتمون عضو مهم این جامعه است. یعنی میشه یه جوری خلاصه کرد همش که بر از تعداد کسایی که دارن از, از یه تعریف استفاده میکنن میتونیم بگیم که میشه ریدیوسش کرد به اینکه بر اساس کاربرد اون تعریف باشه خب این کاربرد تعریف میتونه بیا بر اساس حسی باشه که به مردم دست میده حال میکنم باهاش یا یعنی اینکه یه کسی بیاد قانع بکنه که ببینید این کاربورد داره خب مثلا نیوتن میاد میگه که تعریف سرعت و شتاب اینه بر اساس چیزی که من گفتم بقیه میگن بله این کاربوردش انقدر زیاده یعنی که گفتن که خب باش ما از این سرعت و شتاب و اینجوری تعریف میکنیم انقدر کاربورد زیادش که کسی نتونست بگه نه خب خب پس اگه یه ت... من اینجا چی نوشتم دو تا نگاه کنم اگه یه تعریف پرکاربرد باشه به بدل... اه... اینو اینو گفتم خب حالا بریم سر اصل تعریف اه... مصری اینا رو بگم برای کی خیلی منتظرم بیان بلا اه... تعریف اخلاق حالا تعریف اخلاق ببینیم اه... میشه چی کرد خب من دفعه قبل به شما گفتم تعریف اخلاقی که من ازش استفاده میکنم بر اساس یک معیار هست که بهش میگن utilitarianism خب که ترجمهش به فر... فارسی یا میشه فایده گرایی یا میشه سودمند گرایی تر... های دیگه بهره هم بعضی میگن خب ام... این... این, ب... این بهترین تعریف به نظر من این بهترین روش میار اخلاقیه الان هم بهتون میگم که چرا خب یعنی به عبارت دیگه خلاصش اینه که هر چیزی که سود بیشتری داشته باشه هر چیزی که ب... هر چیزی که... چیزی که فایده بیشتری برای بشریت داشته باشه اون اخلاقیه و هر چیزی که مضر باشه برای بشریت اون غیر اخلاقیه یعنی هر چیزی که خوشحالی رو زیاد میکنه تو جامعه اون اخلاقیه هر چیزی که خوشحالی رو کمتر میکنه تو جامعه اون بد اخلاقیه خب به همین راحتی خب بیاریم ما از این میار... ما معیارهای مختلفی رو که داریم استفاده کنیم که ببینیم که چرا این روش به نظر من از لحاظ اینکه تعریف کنیم اخلاقا از بقیه بهتره خب بیایم مثلا یک جمله ادعاهای خیلی ساده رو با هم نگاه کنیم خب جمهوری اسلامی بد است خب یک ادعای خیلی ساده خب من بیام از روش های مختلف استفاده بکنیم که بیام این اد... این یک ادعای اخلاقیه خب یک ادعای اخلاقیه خب بیایم ببینیم که ما اصولای مخت... یعنی روش‌های مختلف استفاده کنیم که همه‌ش هم تایید مثلا بکنه که همه‌ش هم به... به یک نتیجه برسه ولی ببینیم که چرا روش یوتیلیتریانیزم یا فایده گرایی یا سودمنگرایی گرایی یا بهره گرایی از بقیه اینا برتره خب همه‌ش هم یک... برای اینکه ساده کنیم همش هم به یک نتیجه میرسه یعنی همه‌ش هم نتیجه مثبت میده به به این ادعایی که جمهوری اسلامی بد است خب خب ر... معروف ترین روش معروف ترین تعریف اخلاق اینه که چیزی که بده که خدا میگه بده خب دین های ابراهیمی مخصوصا اینا خیلی اه... مد کردن که اینجوری به اخلاق نگاه کنیم خب ام... خب پس بگیم پ... از خدا از... روش اول از خدا بگیم پ... چرا جمهوری اسلامی بد است چون خدا ازش ناراضیه خدا از کار جمهوری اسلامی ناراضیه پس جمهوری اسلامی بده این روش اول من فکر نکنم خیلی لازم بشه توضیح بدم که چرا این روش مزخرفه ما اینجا اکثرمون بی خدا هستیم خدای وجود نداره که بخواد راضی باشه و ناراضی باشه روش های دینی رو هم دیدیم که چقدر استفاده شده که بزرگترین جرم و جنایت رو به وسیله همین ارزای خدا تونستن <تصفح> توجیح کنند خب یعنی ما داریم از خدای ابراهیمی اگه صحبت میکنیم داریم از همون خدای صحبت میکنیم که گفت خوبه که ابراهیم پسر خودش رو قربانی کنه خب یعنی اینکه این, که این بعت... بعت... یکی از بدترین روش هست. خیلی من فکر کنم توضیح براش اینجا بین جمع ما لازم نباشه خب بریم سراغ تعریف بعدی بگیم جمهوری اسلامی بد است چون که به حق نیست خب ما اینو باید مثلا بگیم که اینو باید دو قسمت کنیم خب این که بگیم خب حالا مثلا حق چیه خب این دو جور که از این صف... دو جور که خیلی ها توضیح میدن یکیش قهنه، روش قرن 18 هم بوده که خیلی استفاده میکردن که چی به حق چی به حق نیست یکی دیگه هم روش های جدیده که الان بیشتر استفاده میشه یعنی متفکرین فیلسوفای قرن 18 هم که عصر روشن فکری بود از این روش استفاده میکنن که بگن که مثلا آزادی بیان چرا مهمه حقوق مردم چرا مهمه ای، این چیز چرا مهمه البته ما از این فیلسوفا دفاع میکنیم خیلی زیاد به خاطر اینکه این چیزها رو رواج دادن ولی روششون خیلی عقب افتاده است بر اساس اصول امروزی خب اینا دارن به عبارتی میگن چیزی که بر حق یه سری اصول حق... هر... یه سری اصول اخلاقی یه سری حقوقی تو طبیعت انگار مثلا کد شده مستقل از نظر ما خب یعنی انگار که مثلا توی فبریک طبیعت توی تو کد طبیعت بدون که نظر انسان بدون که تفکر ما تأثیری بتونه روی این داشته باشه یک اصولی وجود داره که مثلا به ما حق آزادی میده یعنی حق آزادی یکی از اصول مثلا طبیعته که اینم مزخرفه بالاخره طبیعت برای م... براش مهم نیست که ما خوشحالیم ناراحتیم چه حقمون چه حقمون چی نیست خب و اینا این حق و این چیزا رو بر اساس مثلا یه چیز ذاتی میبینن تو وجود طبیعت خب این خیلی مثلا انسان محوری هست که یک جوری نگاه کنیم که انگار تمام طبیعت اصلا برایش مهمه که سرنوشت انسان چی میشه که طبیعت برای ما تعیین بکنه که حقمون چیه مستقل از نظر انسان خب خب این زخرفه البته با عرض احترام به متفکرین قرن 18 هم که باعث شدن دموکراسی و سکولاریسم و آزادی بیان و اینا مد بشه ممنون ازشون که این کارو کردن ولی خب روششون الان برای ما دیگه خیلی عقب افتاده است روش دومی که الان مخصوص هم خیلی خیلی از ایرانیان و بقیه شهروندای کشورهای جهان سومی مد هست اینه که بیان بگن که نگاه کنین ما از بقیه جهان چقدر عقبیم که مثلا بیان بگن این به حق هست به خاطر اینکه دنیای مدرن اکثر کشورهای دنیای مدرن اینو به عنوان حق قبول کردن و این دو تا مقاله اینم روش خوبی نیست یعنی مثلا مردم میگن ببین تو دوران امروزه خب باید آزادی بیان داشته باشیم برای اینکه جامعه بین المللی حقوق بشر چه میدونم فلان و اینا اینا رو تعیین کرده که اینا باید حق باشه و اینا ما و ما عقب افتادیم از جامعه بین المللی و فلان و بهمان و اینا خب اصول مثلا به یک چارتر اصول حقوق بشریت هم اشاره میکنن که تو مثلا سازمان بین الملل نوشته شده و اینا میگن که ببینید نسبت به این میار ما عقب هستیم خب این دو تا مغلطه هست یکی این که مغلطه به فکر کنم اسمش میشه تمثیل به نوین من دارم یادم نیست ولی فکر کنم بر اساس منطق باید من ترجمه اش بشه یعنی مثلا ما میگیم که هر چیزی که جدیده باید بهتر بشه خب این مغلطه هست هر چیزی که جدیده حتما بهتر نیست و یه مغلطه هم به میشه تمثیل به نمیدونم میشه فارسیشه شکر... که uh... appeal to popularity باز هم ترجمه کنین برای من لطفا یه کسی تو رو ترجمه کنه یعنی داریم میگیم که یه چیزی که اکثر اکثریت بهش اعتقاد داشته باشه باید درست باشه که اینم مغلطه است این حتما درست نیست اپیل تو اتوریتی کسی برای من ترجمه کنه اگه میشه بگین این چی میشه به فارسی خب من خودم پیدا کنم کسی نمیگه اپیل mm. تو آه. به اکثریت یا محبوبیت مرسی قاسم جان ممنون همیشه حاضری اونجا عالی 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 خوب ممنون قاسم اینا چجوری قاسم انقدر هم فارسیش هم انگلیسیش انقدر خوبه ترجمهش هم آره خیلی خوب ام... چی میخواستم بگم آها خب این هم بی خوده یه روش دیگه هم که استفاده میشه اینکه بگم مسئولیتش رو داره. مثلا مسئولیت یک حکومت هست که فلان کنه بهمان کنه و به جمهوری اسلامی این کارا رو نمیکنه خب اینم به و به خاطر اینکه اصول یعنی مسئولیت هایی رو که بر اصل برای حکومت حکومت تعیین شده یعنی اینا میگن که اصول نمیدونم چجوری بگم میگن این به طور ذاتی مسئولیت یک, یک حکومت هست که یه سری کار رو بکنه و جمهوری اسلامی این کار نمیکنه اینم هم به همون دلیلی که گفتم Uh, روش یعنی خب ببینید مسئولیت رو او... این یه از این روش رو استفاده کردن uh, بعد باید بیاین توجیه بکنید خب چرا این مسئولیت یه حکومت هست بعد اگه بخوام بیان توجیه بکنید خب چرا این مسئولیت یه حکومت باید این باشه باید برگردیم به یه سری روشهایی که الان استفاده نکردیم برای همین که ب... بگین که به طور ذاتی مسئولیت یه حکومت اینه و هیچ توجیهی لازم نداره اینم روش خوبی نیست خب حالا بریم روشی که من دارم میگم روش ا... سودمنگرایی بهرهگرایی که چرا این از همه بهتره خب مشکلات قبلی ها رو بهتون گفتم خب ببینید ما اگر از روش بهرهگرایی یا سودمنگرایی یا گرایی استفاده بکنیم که بگیم مثلا جمهوری اسلامی بد هست ما باید توجیهمون اینه که جمهوری اسلامی روش حکومتش به ضرر مردم این کشور هست و حتی به ضرر مردم دورور این کشور هم هست خب یعنی جمهوری اسلامی یه حکومتیه که خوشحالی مردم داره میاره پایین و اذیت آزار رو داره میبره بالا خب بر این اساس جمهوری اسلامی بده خب بریم این معنیش نیست که ما داریم میگیم مسئولیت و حق و, حق و حقوق مهم نیستن خب مسئولیت و حق و حقوق و این چیزا مهم هستن ولی اینا تعیین کردن قانون و حق و حقوق و مسئولیت و اینا باید توجیهش بر اساس فایده گرایی باشه یعنی ببینین حق مردم هدف نیست حق مردم وسیله است ابزار برای افزایش خوشحالی یعنی یک حق و حقوق و مسئولیت هایی که باعث افزایش خوشحالی مردم نشه اون حق و حقوق و اون مسئولیت ها باید افزایش بده بشه عوض افص... بشه یعنی اون چیزی که من قبلا گفتم مثلا میگم که آ این بر اساس حق و حقوق یا بر اساس مسئولیت و این هدف نباید باشه منیشی نیست که مسئولیت و حق و حقوق و این چیزا کاربرد نداره اینا ابزار هستن برای رسیدن به یک هدف دیگه خودشون نباید هدف بشن هدف نهایی افزایش خوشحالی مردمه خب چرا این بهترین روشه برای اینکه بهترین نتیجه رو خواهد داد خب شما اگه تعریفتون از اخلاق بر اساس این باشه که بر... یعنی استانداردهای اخلاقی رو چ... طوری تعیین بکنین که رواج دادن اون و پیروی از اون ام... معیارهای اخلاقی که بر تعریفش بر اساس افزایش خوشحالی مردم باشه به خودی خود معنیش اینه که پی، پیروی از اون از اون معیارها باعث افزایش خوشحالی تو جامعه میشه یعنی این بهترین روش هست او که معیارهای اخلاقی اگه بر اساس این باشه خوشحالی میره بالا و معیارهای اخلاقی بر اساس هر چیزی دیگه باشه چون استانداردمون افزایش خوشحالی مردم نیست این با... کمتر باعث خوشحالی میشه یعنی دیگه دفاع از این بهتر برایش وجود نداره ما اگه معیارمون بر اساس افزایش خوشحالی مردم باشه خوشحالی مردم میره بالا دیگه دفاع بهتری بهتر از این وجود نداره برای هیچ معیار اخلاقی خب ممکنه یه نفر بیا سوال بکنه که خیلی موقع ها من دیدم میان سوال میکنن کسایی که مثلا دیندار هستن میان میگن که خب آرمین تو میگی ما معیارمون باید در این باشه که چی مردم خوشحال میکنه و چی میزان خوشحالی رو توی جامعه میبره بالا یه چیزی بگم معیار معیار خوشحالی یک فرد نیست خب معیار خوشحالی به طور جمعی هست خب یعنی ف... اگه نفر بیاد بگه خب اگه میار خوشحالی باشه من میتونم برم فلان کنم دوزی کنم فلان نه میار خوشحالی یک شخص نیست میار خوشحالی تمام جامعه است درسته؟ ام... خب بعد میگه خب باشه بارمی. میار خوشحالی همه جامعه است چرا ما باید می... چرا ما اصلا باید هدفمون این باشه که خوشحال باشیم خب این یک سوالیه که خیلی دیندارا تو این موقع از من میکنن یعنی که باشه تو میگه هدف باید با... میارمون باید, باید برای این اساس باشه که هدفمون به افزایش خوشحالی مردم باشه خب چرا اصلا این باید چرا ما باید اصلا بخوایم که خوشحال بشیم این سوال که خیلی سال ام... خیلی از من رو میکنن یک سال بسیار بیمنی هست خب چرا ما باید بخوایم که خوشحال بشیم یک سال خیلی بیمنی هست ام... یک ب... بگم چجوری بگم چ... چجوری توضیح بدم که چه سوال بیمنیه به اینکه ببینیم ما اگه بگیم چرا ما باید بخوایم که خوشحال باشیم به عبارت دیگه یک چیز رو داریم داره دو بار, دو بار تکرار میکنیم خب ما میخواهیم یعنی اگه بگیم ما میخواهیم خوشحال باشیم انگار داریم میگیم ما میخواهیم چیزهایی رو که میخواهیم خوشحال بودن خب یعنی دسترسی به چیزهایی که ما میخواهیم چیزهایی که ما میخواهیم گرفت، گرفتن چیزهایی که ما میخواهیم به معنی گرفتن چیزهایی که خوشحالمون میکنه یعنی این سوال انقدر بیمنیه یعنی اینگار ما داریم میپرسیم که ما چرا باید بخواهیم چیزهایی رو که میخواهیم برای همین این سوال کاملا بیمنی هست